عزیزان گران قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رمضان خوب و خوشحال داشته باشید. با سلسله درس ها و حکمت های رمضانی، امروز یک گوشزدی درباره قضاوت و قضاوت بیجا و آن هم در ماه مبارک رمضان سخنان چند خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. چون انسان ها عجولند، هر بار یک انسان ولو هرچی عالم باشد و هرچی بداند و هرچی چیز فهم باشد، احتیاج دارد، محتاج است، بیچاره هست که تا برایش گوش زد بشه و آن چیزی که فراموش کرده که آن را در سایه عمل پیاده بکنه او را به خاطر بسپاره. عزیزان گرانقدر، داور الله سبحانه و تعالی است، قضاوت از آن الله است. در این ماه مبارک رمضان، امروز این درس کوچکی که خدمت شما تقدیم می کنم امین است که داور اصلی، قضاوت اصلی، قاضی اصلی الله سبحانه و تعالی است. این را به خاطر داشته باشیم عزیزانم که هر قدیسی، هر پاک دامنی، هر زاهدی گذشته‌ای دارد و هر گناهکاری آینده‌ای دارد. شاید آن قدیس روزگار گناهکار و شاید آن گناهکار روز قدیس باشد. موضوع مهدی، احمد مهدی یا محمد مهدی را که در جوابات خدمت شما عزیزان پیشکش کردیم، در آنجا حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را خدمت شما پیشکش کردیم که مهدی در یک شب توبه می کند، در امان شب توبه اش پذیرفته می شود و در امان شب رحیاب می شود و برایش الهام می شود که تو مهدی هستی. پس شاید امان گناهکاری که توبه کرده، امان انسان پاکی شده باشد و در مورد شما قضاوت کردید، شما اعمالتان را برباد دادید. عزیز من، هیچ یک را قضاوت مکن. پیش از آن که درباره را رفتن کسی شما اظهار نظر بکنی، من برایت یک مشورت میدهم. اگر دیدی کج را می رود، اگر دیدی که درست را نمی رود، اگر دیدی می لنگد، اگر دیدی پاهاش را درست نمی گذارد، چند دقیقه با کفش های هو را بروید. برایش بگو کفش هایت را بده، می خواهم با این کفش ها را بروم. ار وقتی که کفش های آن را در پایت کردی، اون وقت احساس می کنی که این کفش های اون چقدر گران سنگین است، اصلا نمی توانی یک قدم برداری. اگر همه ما در وهله اول، عزیزان ما، خودمان را به درستی بشناسیم و تأثیر قضاوت های نادرست من را به زندگی دیگران بفهمیم، این نکته را بهتر درک میکنیم که گاهی قضاوت های نادرست ما میتواند مسیر زندگی دیگران را به طرف منفی تغییر بدهد. چیزی با گفتهن، میگن که سخن در بند و اسیر توست. تا وقتی که او سخن را نگفته باشی، اما ار وقتی که او سخن را گفتی، از بندی خانه زبان و کلام تو اون سخن آزاد میشود. وقتی که اون آزاد شد، تو اسیر آن سخن میشوی. سبحان الله. آقای عزیزان گرانقدر، سخن در بند و اسیر توست تا وقتی که آن را نگفته باشی، و چون گفتی تو در بند سخنیستی که تو را گفتی. ببینید عزیزان گرانقدر، اگر شما یک سنگ را پرتاب میکنید، اما طوری که پس از رها کردن سنگی دیگر نمیتوانید او را برگردانید، امکان نداره.
پس وقتی که انسان یک سخن را میگوید، فرصت جبران او را نداره، برایش داده نمی شود. اون سخن رفته، زهرش را چکنده، امانند امان سنگی را که شما زدید و رها کردید، اون رفت دیگه، اون سنگ بر نمی گرده. چرا؟ این سخن قضاوت بیجا در مورد دیگران دارای شارژ ها و بارهای منفی هست. ما از درون انسان ها و نیت های ما آگاه نیستیم عزیزان گرانقدر. تنها الله سبحانه و تعالی که حکیم است و علیم است و علم دارد، حکمت دارد، تنها او تعالی می داند در دل هر انسان چی می گذرد، و تنها الله هست که بر اساس آنچه که می داند قضاوت می کند و جزای عمل انسان را می دهد. شاید بسیاری انسان هایی داشته باشیم که انسان های خوب و نیک هند، اما در آخرت می بینیم که اونها از زیر بیرق رسول الله صلی الله علیه و سلم جدا می شوند. کلمه می گوید، می گوید محمد رسول الله هم می گوید، اما زیر توده های محمدی نیست صلی الله علیه و سلم. چرا قضاوت نکنیم؟ اول ما باید خودمان بدانیم که آیا امین موضوع را من میدانم یا نمیدانم. وقتی که نسبت به مسئله شناخت نداریم، وقتی که نسبت به مسئله جهل داریم، وقتی که نسبت به مسئله تحقیق نکرده ایم، وقت نگذاشته ایم، انرژی که با انرژی دماغی و انرژی بدنی و انرژی فکری و همچنان آی کیو دماغ ما پایین است، قدرت درک من پایین است، با قدرت درک پایین من ما چگونه دیگران را قضاوت بکنیم؟ همان است که عزیزان وقتی که نسبت به مسئله شناخت نداریم و درباره اون قضاوت میکنیم، این امر ناشی از جهل ماست. اگر ما بتوانیم خصوصیت بد قضاوت بیجا را از خود دور بکنیم، به گناه بزرگ غیبت و بدگویی پشت سر دیگران آلوده نمیشویم عزیزان گرانقدر. شیطان برای انسانها یک روحیه میدهد و اون روحیه قضاوتگرانه هست. وقتی که رمضان می آید، باید این روحیه های منفی را از بدن من، از تن من، از افکار و قلب من بزدائیم، دور بکنیم عزیزانم. از این خاطر این بهتر است که افرادی که روحیه قضاوتگرانه دارند، افرادی که روحیه قضاوتگرانه دارند، بجای این که با قضاوت بیجا و نادرست دنیا و آخرت خود را برباد بکنند، بهتر است که اونها به آموزش و به آموختن مهارت‌های برای خارج شدن، برای نجات از این روحیه قضاوتگرانه، از این فضای پیشداوری منفی نگرانه در مورد دیگران، ای باید سعی بکند، کوشش بکند که از این روحیه قضاوتگرانه خارج شود. چرا؟ این روحیه قضاوتگرانه برای انسانهای مؤمن نیست. شاید روز هم میگیرد، شاید نماز هم میخواند، صدقه هم میدهد، اما روحیه قضاوتگرانه دارد. اکثریت مشکلات ما و شما عزیزان در فضای مجازی و غیر مجازی همین روحیه قضاوتگرانه هست. لطفا این نصیحت برادر کوچکتان را به گوشتان داشته باشید، بر آن عمل بکنید. اگر احمد هستید، اگر محمود هستید، اگر خواهر هستید، برادر هستید، بالای این موضوع فکر کنید. ای آن عزیزی که صدای ما را میشنوید، با خود بگویید که چندین بار در چندین جا قضاوت کردم و چی گلهای را بر آب دادم. از این خاطر چون روحیه قضاوتگرانه از تلبیس های شیطان است، اون برادر در آنجا نشسته و اون خواهر در آنجا نشسته، یکی می آید اون را تحریک می کند و اون هم
در موضوع چیزی نمیداند، میرود یکی دو تا کتابی میخواند، یکی دو تا شیخ گوگل و شیخ دک دک گو و نمیدانم شیخ بینگو و بینگو اینها را سرچ میکند و میگه آه اینجا چون این گفته، پس میآید اون هم قضاوت خود را میکند، اون هم رایه قضاوتگرانه را میگیرد. آیا اهل تحقیق شما امین است عزیزانم که افرادی که رایه یا خاصیت قضاوتگرانه دارند، بجای این که با قضاوت بیجا و نادرست دنیا و آخرت خود را نابود بکنند، بهتر است که اینها به آموختن مهارت‌های برای خروج از فضای این پیشداوری منفی نگرانه در مورد دیگران بپردازه و او با گفتگو و بحث و تعامل مثبت امان ابهاماتی که ایجاد شده در روابط خود با دیگران او را بزداید. پس همین است که ما میگوییم که هرگز از حرفایی که مردم درباره تو میگویند نگران نباش، هیچگاهی حتی کوچکترین توجهی به آن نشان نده، همیشه فقط به یک چیز فکر بکن، داور الله است. آیا من در برابر الله رو سفیدم؟ بگذار عزیز من که این معیار قضاوت زندگی تو باشد تا به بیراه نروی. تو باید روی پای خودت بیستی و تنها ملاحظت این باشد عزیز من که هر کاری که انجام میدهم باید مطابق شعورم باشد، از شعورم بالاتر تصمیم نگیرم. آنگاه الله سبحانه و تعالی برایت کافی خواهد بود. پس دعا میکنیم در این ماه مبارک رمضان، بار الها، پروردگارا، قاضی تویی، داور تویی، کمک من کن که هیچ وقت قضاوت نکنیم، به خاطر که دلی که میشکنیم ارزان نیست. بار الها، در این ماه مبارک رمضان، در این ماه زیبا برای من تقوای تن و بدن و روحیات نصیب بکن، همان طوری که برای حصول تقوا و رضایت تو کار میکنیم، عبادت میکنیم، این روحیه قضاوتگرانه را، این روحیه پیشداوری را که یکی از تلبیس های ابلیس است، یا الله در این ماه مبارک رمضان این رحیه پیشداوری و پیش قضاوت از ما بگیر، برای من توفیق مده. یکی از جهات حصول تقوا امین است. تراویح هم بخوانید، قرآن هم بخوانید، روزه به دهن هم باشید، اما پیشداوری کنید و روحیه قضاوتگرانه داشته باشید. پس اینجاست که لعلکم تتقون بر تو کار نکرده. پس بار الها، کمک من کن که این خاصیتی که از تلبیس آی ابلیس است، این خاصیت زشت و پلشت را، این خاصیت پیشداوری را در این ماه مبارک رمضان از ما بگیر و آن را با خاصیت زیبا و با سیرت نبوی صلی الله علیه و سلم برای من تعویض کن. اللهم ربنا آمین یا رب العالمین. این بود درس امروز رمضانی ما و شما. الله سبحانه و تعالی طاعات عبادات شما را مقبول بگرداند. و همچنان خبر شدیم که دوست عزیزمان، استاد عزیزمان سلیمان شاه صوفی‌زاده صاحب، پسر کاکایشان به عمر 32 سالگی شهید به اذن الله شدند. الله سبحانه و تعالی از این جوان خرسند باشد. انا لله و انا الیه راجعون. الله سبحانه و تعالی روحشان را شاد بگرداند و در قلب حزین استاد بزرگوارمان سلیمان شاه صوفی زاده صاحب
و اعضای فامیلشان و اعضای فامیل کاکایشان سکینه بیندازد و الله سبحانه و تعالی در این ماه مبارک رمضان اون یتیمانی که از اینا گذشتند برای دیگران که در اطرافش هستند توفیق بدهند که دست یتیمان بگیرند و بر سرشان دست مرحمت بکشند. اللهم ربنا آمین یا رب العالمین.